کشور کانادا یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان با یک اقتصاد بسیار پیشرفته و سطح بالای زندگی می باشد. گرچه بدیهی است که شهروندان کانادا از نظر تساوی کاملا مساعد نیستند. با این وجود اکثر کانادایی ها مشاغلی با درآمد کافی و امکاناتی را در اختیار دارند که شهروندان بسیاری از کشورهای دیگر فقط می توانند در رویا با آن مواجه شوند. اساساً کانادا به عنوان یک طرح پولسازی تأسیس شد. در قرن 17 میلادی هنگامی که آمریکای شمالی برای نخستین بار توسط استعمار فرانسوی و انگلیسی ها مورد استفاده قرار گرفت، نیمی از شمال قاره به دلیل تمام موجودات جنگلی خزدار موجود در آن مکان جلب کننده ای محسوب می شد. خزهای زیبا و براق یکی از مطلوب ترین آنها بود. قرنها مستعمرات اولیه کانادا تحت یک سیستم اقتصادی ساده موسوم به تجارت خز رونق گرفت. مکانی که شکارچیان تحت استخدام شرکت‌های بزرگ خز بودند که اکثراً توسط شرکت خلیج هادسون استخدام می‌شدند. شرکت خلیج هادسون پوست حیوانات را جمع می‌کرد و می‌فروخت. سپس از سود خود برای خرید زمین و ساخت استفاده می‌کرد. تجارت معاملات در مناطق جدید که حتی خز بیشتری نیز در آنها یافت می‌شد، با حرکت به غرب از منطقه رودخانه سنت لارنس بود. مهاجران اروپایی دریافتند که کانادا سرشار از منابعی است که می‌توان آنها را برداشت و به فروش رسید. بزرگترین شریک تجاری این کشور ایالات متحده می باشد که همچنین بزرگترین سرمایه گذار خارجی در اقتصاد کانادا نیز هست و حدود 50% از کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را در اختیار دارد. بخش عمده ای از این سرمایه گذاری به شکل شرکت های آمریکایی در حال راه اندازی فروشگاه در کانادا می باشد.